بینندگان گرامی مانی هستند، درود بر یکایی که شما و نیز شنوندگانی که صوت این برنامه رو میشنوند، من مانی هستم. براستی چرا کشور ما و کشورهای دیگری در خاورمیانه تا گلو در خرافات و دین فرو رفتند و رها شدن از این دامچاله براشون دشوار شده و همه‌اش دارن هزینه میدهند اما از دست استبداد سیاسی و مذهبی یا امتزاجی از این دو رها نشدند و نمیشوند؟ ریشه های این رو ما اگر پیدا کنیم و باز اندیشی کنیم بر سرگذشت و سرنوشت خودمون، ای بسا تحولی بزرگ در کشور ما صورت بپذیرد و ما از این تار عنکبوت کهن و تاریخی بیرون بیاییم. جملاتی برای شما میخوام بخونم از کتاب فکر تفکر از آقای فریدون آدمیت، تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم. در مقدمهش در همون آغاز نوشته که تاریخ تفکر اجتماعی و سیاسی نزد مورخان غربی بر این مفروضات سوار بوده است. یعنی در واقع پایه سیاست عقلی را یونانیان بنیاد نهادند، شهرهای آزاد و مستقل از یونان آغاز شدند و دموکراسی ابتکار آتن بود، مفهوم عدالت و آزادی و قانون را مدیون یونانیان هستیم. این هستیم هستی جهانی است، نه فقط اندیشه هایی که برخی در ایران چنین دارند. تئوری سیاسی با یونان آغاز گردید، پس فلسفه سیاسی هم با یونان آغاز شد. طلوع تمدن اروپایی در جزیره کرت بود، یکی از جزایر یونان. ضمیر هوشیار اروپایی، توجه کنید لطفاً به این ترکیب، ضمیر هوشیار اروپایی زاده فرهنگ یونان بود، نه ایران، نه مصر، نه چین، نه هند. اینجا فقط میگه مورخان اروپایی اینگونه میدیدند. پدران فلسفه و تاریخ و جغرافیا هم یونانی بودند و سرانجام تمدن یونان معجزه بود و عظمت از آن یونان بود. این سلسله مفروضات که رشتهش تمامی نداشت و تقریبا همه رشته های دانش، فکر و هنر را در بر می گرفت، مدت ها بلا معارض بود و مؤلفان با قوت از آن دفاع می کرد. بگذاریم از این که این مورخان و اروپایی ها به ویژه در گسترش اندیشه های فلسفی یونانی بسیار نقش مهمی داشتند و زمانی که دانش و علم گسترش بیشتری پیدا کرد، این فلسفه ها دائم بروز شدن و مردم اروپا توانستن خودشون رو از اون سیطره کلیسا و عقب ماندگی بیرون بکشن. خب برای پرداختن به این موضوع بسیار بسیار مهم که این برنامه نه یک برنامه تبلیغاتی است یا یک برنامه سطحی هم نخواهد بود و نیست، مانند بسیاری از برنامه های دیگر رادیو مانی، سویش اندیشه و اندیشیدن برای رهایی است. برای پرسش در این زمین ها که چرا چنین بوده است و چنین شده است، من میروم خدمت یک کارشناسی که در این زمینه تحصیل کرده است، جناب آقای دکتر جمشید فاروقی. نخست به ایشون خوش آمد میگم. آقای فاروقی خیلی خوش آمدید، خوشنودم از حضور در کنار شما و داریم میخوایم بحثی رو آغاز بکنیم که میتواند تفکر برانگیز باشد برای هر آن کسی که اهل دانش است و اهل پرسش و اهل فلسفه، اون هم نه فلسفه برای
ساعات فراغت، بلکه فلسفه برای تزریقش به زندگی و یاد گرفتن از اون برای تغییرات مهم. موضوع این هست که، اما بذارید من پیش از اینکه پرسش ها مطرح بکنم اندکی شما رو برای اونایی که از بینندگان و شنوندگان ما ممکنه کمتر شما رو بشناسن درباره شما بگم. اینکه شما دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه ملی ایران بودید قبل از مهاجرت، البته پس از مهاجرت در آلمان در رشته های فلسفه، تاریخ اروپا، اسلام شناسی و اموری از این دست تحصیلات خود را در دانشگاه کلن آلمان دنبال کردید و پس از کسب مدرک فوق لیسانس از این دانشگاه با نوشتن پایان نامه‌ای درباره دولت، مشروعیت و کاریزما در ایران مدرن موفق به عکس مدرک دکترا شدید. آقای فاروقی داستان نویس هستند، پژوهشگر مسائل سیاسی، دینی و اقتصادی هستند، رمان نوشتند، هم در ایران یک کتاب با نام مستعار جمشید مساوات در باره وضعیت انقلاب و تاثیرات اون بر جامعه ایران نوشتن، دو تا کتاب با این نام تا اونجا که میاد دارم نوشتن، و بعد در اروپا بیشتر متمرکز هستند بر دانش که در این زمینه ها آموخته اند و مدت های نسبتا طولانی هم مدیر آنلاین رادیو دویچه وله آلمان بخش فارسی بودند. من به همین بسنده می کنم و در طول برنامه و احتمالا برنامه های آینده ایشون رو بیشتر معرفی خواهم کرد. خب جناب فاروقی خیلی خوش آمدید و دو سه تا سوال میکنم و دیگه میسپارم دست شما که ادامه بدید. یکی این که نقش فلاسفه و هنرمندان و ادبا، قدیمتر خب بیشتر شاعران، در سرگذشت ملت ها چه بوده است؟ دیگر اینکه چرا ملت های خاورمیانه مثل ایران و عراق و افغانستان و یمن و سوریه و ترکیه اونا به جای فیلسوف پیاپی امام و پیامبر و خلیفه تولید کردن؟ گفته می شود که در این منطقه کوچک که خیلی هم بزرگ نیست، در این 6-7 کشور کوچک در خاورمیانه میان رودان این ور و اون ورش 124,000 پیامبر تولید شده که خیلی ازشون شناخته شدن، کتاب دارن دیگه، شما بهتر از من میدونید. و اما 4 تا فیلسوف هم متولد نشده. جهان فلسفه گویا زادگاهش جای دیگری است، در یونان و غرب بوده است، و جهان خرافات و ادیان در خاورمیانه. و بیهوده نیست که ما دو جهان داریم در برابر هم، یکی جهان متمدن و پیشرفته و سکولار و بقیه جهان لائیک و دست یافته به تمدن امروزی با همه نقایصی هم که دارن، یکی هم جهان فرو رفته در تار یا غار عنکبوت دین و خرافه. بنابراین باید پرسید چگونه دین و مذهب را جانشین فلسفه و دانش کردند؟ در خدمت شما هستم، بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان محترمتون. درباره پرسش هایی که مطرح کردین که به نظر من پرسش های بسیار کلیدی است و باید به طور خیلی جدا جدا به هر یک از اونها پرداخت، هم در ارتباط با سیر تحول تفکر فلسفی در کشورهای اروپایی در غرب و بحرانی که بعد از این در فلسفه اتفاق افتاد و عوامل بازدارنده‌ای که شما برشمردید در ارتباط با رشد تفکر فلسفی در کشورهای مشرق زمین. ابتدا باید یه نکته را اشاره بکنم و اون هم خود مفهوم فلسفه است، چون همونطور که خود شما و بینندگانتون هم میدونید
باید از تعریف های کلیشه‌ای که از فلسفه صورت گرفته فاصله بگیریم. اینکه بگیم فلاسفه کسانی هستند که در جستجوی واقعیت هستند، به دانش عشق می‌ورزند، دوستدار علم و دانش هستند، در پی شناخت واقعیت هستند، اینها تعاریف بسیار بسیار کلیه که عملا نمیتونن گرهی از مسائلی که شما مطرح کردین رو باز بکنن. ابتدا باید ببینیم که فلسفه که ما ازش صحبت میکنیم چه و چگونه شکل گرفت و چه تأثیری رو گذاشت. ما در کشورهای مشرق زمین، یعنی اگر دنیا رو به شرق و غرب تقسیم کنیم که به نظر من تقسیم خیلی دقیقی نیست، ولی برای سهولت کار اگه بخوایم همچین کاری رو انجام بدیم، اگر همچین کاری بکنیم ما میرسیم به یک پدیده بسیار عجیب و اون هم یک واژه، یک مفهومی رو کالیاس پرس به کار برد به اسم در واقع اکسن سایت، که اگه بخوام ترجمه کنم به زبان فارسی باید بگم زمان محوری. این رو روش خیلی کم کار شد، روی این زمان محوری. این زمان محوری که کالیاس پرس مطرح میکنه یک دوره زمانی 200 تا 800 یعنی قبل از میلاد رو در بر میگیره، یعنی بهتر بگم از 800 تا 200 قبل از میلاد. این دوره 600 ساله رو کالیاس پرس مبنای شکل‌گیری تفکر غرب برمی شماره و اتفاقا به فلسفه در چین، در هند، اونجایی که با گرایش های مذهبی روبرو هستیم و همینطور در ارتباط با ایران، یعنی زرتشت و تفکر در واقع دین زرتشت رو هم به عنوان مبانی این دوره زمان محوری برمی شماره که اینها به مرور زمان نقش خودشون رو پا به پای تفکری که در یونان شکل گرفت در پیش از میلاد مسیح، تأثیرات خودشون رو روی تفکر غرب بر جا نهادند. اما آن چیزی که اتفاق میفته، مبانی تفکر فلسفی با اینکه در چین باستان، در هند، در آیین‌های دینی هندی و یا در آیین زرتشت رو مشاهدش بودیم، این دچار یک گسست بزرگ میشه در مشرق زمین و در غرب میره به سمت شکوفا شدن و بخصوص در یونان. حالا تأثیراتی که فلسفه یونان بر فکر و اندیشه گذاشت بعد برمیگرده باز به شرق از طریق حالا ابن سینا و یا دیگران، مجددا ما پیامدها و تأثیراتش رو در فرهنگ خودمونم میبینیم، اما اونجوری که باید شاید چفت در واقع تفکر ما در ایران نمیشه. اینجاست که باید بین زبان فلسفی و زبان ادبی تفاوت قائل شد. آقای داریوش آشوری یک کتابی دارد و اتفاقا از این منظر به این موضوع پرداختن که زبان فارسی هنوز آنچنان که باید و شاید صیقل نخورده برای تفکر فلسفی. ما باید زبان رو صیقل بزنیم، زبان رو کارآمد بکنیم تا اینکه بتونیم باهاش تفکر فلسفی رو بیان بکنیم. ما آن چیزی که در ایران شاهدش بودیم و به ویژه در نزد شاعرانمون با تفکر فلسفی خیلی خیلی غنی روبرو هستیم، یعنی ما تفکر فلسفی رو در مشرق داشتیم بدون اینکه فلسفه داشته باشه. من بین این دوتا مرز میکشم، یعنی من میگم که فلسفه اگر موضوعش با تعریف امروزین کلمش داشتن یک سامانی فکری منظم در ارتباط با توضیح جهان، انسان و زندگی باشه، ما آن چیزی که در کشور خودمون داشتیم کمابیش میشه گفت که تفکرها و اندیشه های فلسفی بود که در ادبیات ما بازتاب پیدا کرد. حالا زمانی رنگ عارفانه به خودش گرفت، زمانی صوفیانه مطرح شد، زمانی اومد و در واقع فراتر از اینها رفت و زمینه های حتی تفکر مادی رو در خودش به شکل کمتر منسجم اما ممکن مطرح کرد. اما همه اینها نتونست به یک فلسفه کامل فرا برویه. ما در یونان مثلا بخوام به عنوان یک مثال بگم، برای کلمه شناخت که ما فقط میگیم شناخت، 16 تا کلمه مختلف دارن. از من نپرسین، من یه مقدار یونانی خوندم اما
اینقدر پیچیده است که آدم باورش نمیشه. و بعد آدم میاد میپرسه، میگه که چرا یک فرهنگ برای یک کلمه شناخت به این تعداد واژه مترادف نیاز داره؟ ما شناخت رو میتونیم شناخت تجربی بدونیم، شناخت ما قبل تجربه مطرح کنیم، شناخت حسی مطرح کنیم، به انواع مختلف برای این واژه ها در زبان یونانی باستان. من تأکید میکنم در زمانی که سقراط و افلاطون و ارسطو در واقع پایه های تفکر فلسفه کلاسیک یونان رو پی ریختند، این واژه ها شکل گرفت. در حالی که ما همین امروز هم از برگردان فارسی این کلمات عاجز هستیم و قادر نیستیم همه اونها رو اونگونه که باید و شاید به شکل مفهوم و به شکل واژه بازگو کنیم. خب یعنی ذهن ما اونجوری که باید و شاید صقل نخورد. یعنی آقای داریوش آشوری وقتی که میگه زبان فارسی هنوز بعد از گذشت این همه مدت زبان شعر هست، زبان ادبیات هست و نه زبان فلسفه، اشاره به یه همچین موضوعی داره. از طرف دیگه من باید تأکید بکنم که این تصوری که از جانب برخی از اندیشمندان ایرانی مطرح شد، مثلا از سوی آرامش دوستدار یا خود داریوش آشوری، از این منظر که ما نمیتوانیم صاحب تفکر فلسفی باشیم، من این رو دقیق نمیدونم و فکر میکنم که نداشتن سامانه های فکری منظم فلسفی در کشوری مثل ما به معنای این نیست که ما نمیتوانیم پژوهش فلسفی داشته باشیم و اندیشه فلسفی داشته باشیم و به فلسفه بیاندیشیم. به قول معروف امروزی ها به فلسفیم. فلسفه چیزی نیست که مرز جغرافیایی داشته باشه و متعلق به یک خطه خاصی باشه. ما در ادامه بحث میتونیم بپردازیم به بحرانی که همین فلسفه در دنیای مدرن امروز غرب باهاش روبرو شده. یعنی ما فلسفه رو یک مسیر در واقع جاده هموار آسفالتی بدون دست انداز نباید ببینیم. فلسفه هم در کشورهای غربی و اروپایی دست انداز بسیار داشته، اما فکر فلسفی تونسته خودش رو سامان ببخشه و ما زبان صقل یافته ای رو مثل زبان آلمانی داشته باشیم برای اینکه بتونیم تفکر پیچیده فلسفی رو درش بیاندیشیم و بیان بکنیم. در حالی که در زبان فارسی ما آروم آروم داریم به این سمت حرکت میکنیم و این به نظر من حرکت‌های شایسته‌ای که از سوی برخی از افراد از جمله داریوش آشوری صورت گرفته، به این معنا که زمینه‌های تفکر فلسفی رو در زبان فارسی برای ما ممکن بسازه و فراهم بکنه. بله جناب فاروقی، این تصویری که پشت من هست آکادمی فلاسفه یا فلسفه یونان، که البته در بعضی از همین تصویرها من دیدم که تصویر زرتشت هم اینجا بود، احتمالاً اینجا هم هست، همینی که شنل صورتی رنگ بر تن داره نارنجی. و همزمان با این آکادمی و حتی تا امروز ما حوزه‌های علمیه قم و نجف و مشهد و چیزای از این قبیل داشتیم، یعنی کسانی که خود را نماینده الله بر روی زمین می‌دانند، در حالی که این فلاسفه هیچ ربطی به خدای متافیزیک و الله و یهوه و چیزای از این قبیل نداشتند. اینها در درون مردم زندگی می‌کردند و یک سیستم فکری فلسفی رو دنبالش بودن که پاسخگوی همه جزئیات حیات باشه، از زمینه آفرینش گرفته تا زمینه پایان زندگی و پس از مرگ، و چگونه باید زیست، چگونه باید اندیشید، چگونه باید دانش رو گسترش داد و چگونه باید از دانش و علم برای غنی کردن فلسفه بهره گرفت. همه اینا برای این بوده که جهان زمینی رو سامان بدهند به دست انسانهای زمینی که جامعه برشون ملموس بود. اما پیامبران پیش و پس از این آکادمی میگویند که ما با الله
یا یک نیروی متافیزیکی نامشخص ارتباط داریم، آیاتی بر ما نازل می شود، سروشی اینها را به ما می آورد، می رساند و ما پیاده کننده منویات الله هستیم. این منویات الله که خب واقعیت نشون میده که نه متافیزیکی وجود دارد نه الله وجود داره، یعنی دکانی درست میکردن و دکانشون هم حسابی گرفت. اکنون هم در همون خاورمیانه که گفتم این دکان ها خیلی هم پر رونق. به اینا خواهیم رسید. اما شما اشاره کردید به جهان نشانه های فلسفه در ایران کهن، بیان که نظام فلسفی وجود داشته باشه. ما یک دوره داشتیم پیش از مادها و همزمان با مادها که نمایندگان فکری و فلسفی و اندیشمندان ایرانی به نام مغ و مغان زندگی می کردن و توضیحات بسیار پیچیده‌ای داشتن درباره هستی. هستی شناسی رو جلو خود باز می کردن، مانند کهکشان. و هر یک از اینها، فراموش نکنیم که مادها، کشور ماد همسایه یونان بود، اینا خیلی به هم نزدیک بودن، رفت آمد داشتن، مثل اکنون ویزا و اینا هم نمیخواستن، میرفتن میآمدن، سفر میکردن، تلمذ میکردن و از یکدیگر یاد میگرفتن. و ایرانی ها هم، مغان در واقع، به این نتیجه رسیدن که باید پاسخ زمینی بدهن به نیازهای جامعه، که البته پس از ظهور زرتشت مغان جای خودشون رو تدریجا دادن به معبدان، و معبدان دیگه نماینده رسمی یک دین بودن، یک آیینی به نام آیین زرتشت. و دیگه اون اندیشه های مهری و میترایی تا یه حد زیادی در تاریکی ماندند یا به تاریکی رانده شدند. وارد این مباحث در دیدارهای بعدمون خواهیم شد. من فقط خواستم این رو بگم که مغان غرب که حافظ بارها و بارها دربارشون در شعراش سخن میگه، از آن به دیر مغانم عزیز میدارند که آتشی که نمیرد، آتش دانش که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. این دیر مغان در واقع همین شبیه به آکادمی های فلسفه یونان بوده است. خب من حالا از شما خواهش میکنم که شما گفتید تعریف کلاسیک از فلسفه دیگه اعتبار نداره. خواهش میکنم که یک بار دیگه خلاصه از تعریف نوین فلسفه به ما بگید و بگید که چگونه فلسفه توانست، فلسفه یونان جهان گستر شود. آیا به دلیل تکیه اش بر دانش بود؟ آیا خرد و عقلانیت فراوان در اون غالب نبود که باعث بقا و ماندگاری شد و روشن اندیشان و روشن فکران و فلاسفه پس از آنها تا به همین امروز همیشه از آنها الهام گرفتن؟ بفهمید. ببینید آقای بانی، چیزی که به نظر من میرسه، یعنی پرسش شما یا بحثی که شما مطرح کردین، گفتگوتون دو بعد مختلف، دو بخش مختلف رو شامل میشد. یکی این که تأثیرات دین بر تفکر، این که دین چه بلایی سر فرهنگ ما فارسی زبانان آورد، و وقتی که ما میگیم که در ایران آقای داروش آشوری میگه زبان ما زبان شعر و ادبیات و زبان فلسفی نیست، چرا این گونه است؟ آیا این به این خاطر نیست که شعرا و نویسندگان، حالا نویسندگان که در اون زمان وجود نداشتن، ولی شعرایی که وجود داشتن و کار کردن، اینها عمدتاً اومدن و آن چیزی که ناگفتنی بود و امکان گفتنش رو به خاطر حضور دائمی و همه جایی مذهب در فرهنگ ما داشت، مجبور شدن به اشکال دیگه‌ای بیان بکنن، یا به شکل در واقع نثرهای منظم یا به شکل شعر، و بیان این رو به یک شکل بیان بکنن و ما در برابر اون اندیشه ها قرار بگیریم. یا اینکه اگر به کار فلسفه هم پرداختن، مثلا از نوع کاری که ابن سینا و دیگران کردن،
اینها بیایند و مطالب رو در عرصه مطرح بکنند که آنچنان یا قابل فهم نباشه برای کسانی که در واقع شلاق دستشون هست به عنوان کسانی که پاسدار دین بودند در اون جامعه، و یا اینکه به شکل برخورد بکنن که عملا برای خودشون ایجاد تولید مزاحمت نکنه. ببینید یه چیزی وجود داره، ویتگنشتاین فیلسوف آلمانی زبان اتریشی تبار یک کلمه رو و یک جمله رو داره که جمله خیلی خیلی مهمیه که میشه بعدها راجبش بیشتر هم بحث کرد. میگه که درباره از فلسفه اینجوری صحبت میکنه، میگه فلسفه باید درباره آن چیزی که نمیتونه سخن بگه باید سکوت بکنه. این خیلی مسئله مهمی که شما راجب آن چیزی که نمیتونی حرف بزنی سکوت بکنی، در حالی که دین اتفاقا درباره آن چیزی که ناگفتنی حرف میزنه. یعنی دین یه ویژگی که داره، چون اساس خودش رو بر اثبات پذیری نمیذاره بلکه بر ایمان میگذاره و بر باورهای از این دست، در نتیجه خودش رو فاصله میگیره از این بحث فلسفی. یعنی شما در فلسفه یکی از بنهای اصلی که دارین، که حداقل میتونم بگم که تا قرن 18 حداقل تفکر فلسفی یونان کلاسیک، فلسفه کلاسیک یونان نقش خیلی مهمی رو بازی میکرد، ما شاهد این بودیم که در واقع بشر سعی میکرد جنبه های علمی به تفکر خودش بده. من یه اشاره میکنم به همون آکادمی که شما الان ازش سخن میگی و نشست هایی که افلاطون اون زمان داشت. در جامعه آرمانی افلاطون یه چیزی رو مطرح میکنه که خیلی اتفاقا جالب هست. میگه که جامعه آرمانی سعادت خودش رو در اون میتونه داشته باشه که دروازه هاش رو بر روی شاعران و نویسندگان ببنده. حالا میرسیم به این قضیه، چون افلاطونی که همچین حرفی رو میزنه خودش قادر نیست بیان فلسفیش رو مستقل از نگرش ادبی انجام بده. یعنی ما میبینیم اولا اکثر آثار افلاطون به غیر از جمهوریتش ساختار نمایشنامه‌ای داره، ساختار دیالوگ داره، عده‌ای مینشینن و با هم سر مفاهیم مختلف بحث میکنن و یک نوع حالت به اصطلاح یک ژانر ادبی رو برای خودش انتخاب میکنه برای بیان افکار فلسفیش. یا اینکه حتی در مثلا بعضی از رساله هاش شما میبینین که تصویر سازی میکنه که با تفکر فلسفی مغایر هست. شما در تفکر فلسفی با مفاهیم سر کار دارین نه با تصویرها، ولی ببینید افلاطون ناگزیر میشه برای اینکه بتونه حرفش رو بزنه رو بیاره به تصویرها و تصویر بسازه. این رو مثلا ما در فایدون یا در آپولوژی در کارهای افلاطون به وضوح میبینیم. این بحثی که الان ما داریم میکنیم، وقتی که شما خودت رو محروم بکنی از آن چیزی که اثبات پذیره، اندیشه خودت رو محروم بکنین، شما وقتی میایین به فلسفه اروپایی نگاه میکنین، وقتی دکارت میگه من میاندیشم پس هستم، اندیشه رو اساس هستی میگذاره و با اون سعی میکنه هستی رو و بودن خودش و بودن بشر رو، بودن انسان رو توضیح بده، ما میبینیم که در تفکر اسلامی و در تفکر دینی شما باید این جمله رو اینجوری تعبیر بکنی، باید بگی من چون باور دارم هستم، من به خاطر باورم هستم، به خاطر ایمانم هستم، نه به خاطر اندیشم. شما وقتی برمیگردید حتی به اروپا، ببینید که در جای اروپا هم این قصه وجود داشته در بین عوام، در بین توده های مردم، که گمان میکردن اگر بلای سرشون نازل میشه به خاطر فاصله گرفتن از ایمان یا گناهی که مرتکب شدن. یعنی شرط بودن و شرط زیستن یا سعادتمند زیستن رو در ایمان و باورهای دینی خودشون میجستن. ما در کشورهای اسلامی به خصوص شاهد این هستیم که راه رو بر نه فقط هنر سد کردن، بلکه بر فلسفه تا حدود زیادی سد کردن و سعی کردن فلسفه رو در اختیار یا تفکرهای فلسفی رو در اختیار توضیح و تبیین مذهب و دین خودشون قرار بدن. یعنی فلسفه رو کمک بگیرن برای الهیات. مثلا غزالی یکی از نمونه های برجسته
این نوع تفکر هست که چگونه از فلسفه استفاده میکنه، ضمن اینکه فلاسفه رو نفی میکنه، اما تفکر فلسفیه، فلاسفه رو میگیره برای کمک برای توضیح الهیات که خودش جانبداری میکرده، که طائفة الفلاسفه که در واقع کار میکنه مضمون اصلیش در واقع همین نفی فلاسفه است و نفی تفکر فلسفیه. یعنی تمام مدت بحثش اینه که اگر فلسفه نوعی از تفکر یا حرکت فرهنگی ذهن بشر باشه که در پی یافتن پاسخ هاست، ما در دین همه پاسخ های لازمه رو داریم و نیازی به پرسشگری نداریم. شما پرسیدید که آیا تعریف کلاسیک از فلسفه که میشه داد، به اندازه تعداد فلاسفه تعریف از فلسفه وجود داره، تا جایی که ما به فلسفه زندگی میرسیم، مثلا به دلتای، به نیچه، به اینا کسایی هستن که اصولا فلسفه رو به در واقع با یک بحران جدی روبرو میدیدن. یک موضوع مشخصه، فلسفه علم پاسخا نیست. اولا در علم بودنش که باید حتما تردید جدی ورزید، بله اگر بخوایم فلسفه رو علم هم بنامیم، این علم پاسخ ها نیست، علم پرسش هاست. یعنی آن چیزی که فلسفه از روز ابتدای فعالیت ذهنی بشر در حوزه تفکر فلسفی تا امروز بهش دست پیدا کرده، ایجاد پرسش بوده، نه دادن پاسخ. پاسخ هایی که داده شده در فلسفه عموما راه رو برای پرسش های بیشتر باز کرده، و چون همجوری که گفتم ویتگنشتاین میاد مرز میگذاره و میگه راجبه آن چیزی که نمیشه سخن گفت باید سکوت کرد، در واقع میخواد وادی و ساحت تفکر فلسفی رو از افکار غیرقابل اثبات دینی و خیال ورزانه جدا بکنه و بهش یک فرم دیگه ای ببخشه. به این خاطر اگه برگردم خیلی کوتاه به صحبت خود شما، به نظر من دین یکی از عوامل بازدارندی جدی در شکل‌گیری تفکر و اندیشه فلسفی بوده، و اگر با تفکرهای فلسفی رو، تفکر اندیشه ها و تأملات فلسفی رو در شعر خودمون داریم، در نزد خیام داریم، در نزد مولانا داریم، در نزد حافظ داریم، اینها رو وامدار در واقع شهامت یا جسارت فلسفی این افراد باید دید، نه به خاطر مختصاتی که جامعه برای اون افراد در اون لحظه فراهم میکرده یا دین براشون همچین فضایی رو میساخته. بله، جمهوری افلاطون که شما بهش اشاره کردید، که یکی از ویژگی هاش یعنی پیشنهاد خود افلاطونه که باید شاعران رو از این جمهوری بیرون ریخت، این دقیقاً جمهوری اسلامی است. یعنی واژه جمهوری رو آخوندها بی خود بر نگزیدن، چون اینها طرفداران بیشترشون، پیشروانشون مثل غزالی که شما گفتید، مولوی که گفتید و خیلی دیگه در قرن 4 و 5 و 6 هجری پیرو اندیشه های افلاطون بودند و اندیشه های او رو به سود اسلام اسلامیزه می کردند و تغییر میدادند برای اینکه نوعی از عقلانیت رو در دینشون به مردم ارائه بدهند، که ظاهر فریب بود قضیه، چون اندیشه مال خودشون نبود، اندیشه اینها اندیشه الهی بود، چون پیامبران آفرینشگر ادیان بودند و این کسانی مانند مولوی، غزالی و بسیاران دیگر پیروان محمد و اسلام و قرآن بودن. بنابراین اندیشه یک امر اضافی انسانی و جدا از اندیشه های الله معنی میداد، بنابراین ارزشی نداشت. وقتی که قرآن هست و همه چیز رو در قرآن به گفته عمر نهفته اند، دیگه نیازی به اندیشه انسانی نیست. و به همین ترتیب ما میبینیم که افلاطون که خودش آدم متفکری بود، فیلسوف بود و نمایش نام نویس بود، سخنور خوبی بود، تمام خصایص یک شاعر و نویسنده خوب رو داشت، میگفت آقا این شاعران میان تشکیک ایجاد میکنن در اندیشه های ما
و اون جمهوری ما رو می آشوبن. اینا رو باید از جمهوری اخراج کرد. این کار رو جمهوری اسلامی اولا انجام داد، چون افلاطون که نتونست جمهوری درست کنه، ولی اینا درست کردن و واقعا همه اون اندیشه ها رو پیاده کردن. ما دو جور شاعر داریم در همین حکومت ملایان. گروهی از اینها مداحند، شاعر نیستن، مدح میگویند برای حکومت، سران حکومت، امامان و چیزهای از این قبیل. اما شاعران واقعی همونایی هستن که در این جمهوری اسلامی یا کشته شدند یا زندان شدند یا اخراج شدند از ایران یا فرار کردند یا زانو زدن و تسلیم شدن از روی ناگزیری. بنابراین عملا ما میبینیم که اندیشه ادبیات و هنر در ایران جاری نیست، سینماش فراری است، شاعرانش فراری است، شعرشون تبدیل شده به یا یک چیزی فرافرا پست مدرن که هیچ کس هیچ درکی ازش نداره، حتی شاعرانش و متفکرانش مثل سعیدی سیرجانی، کسانی که تفکر فلسفی دارن، تفکر علمی دارن، همه اینا رو از دانشگاه هم اخراج میکنن. هر جا که باشه میرن پیداشون میکنن، میکشنشون. زندیات فریدون فرخزاد یک آوازخانی بود، خونیاگری بود که اندیشه های غیر اسلامی هم داشت، اونا رو بیان میکرد، اومدن کشتنش و خیلی دیگه. بنابراین ما میبینیم که الگوی فکری جمهوری افلاطون در ایران عملا پیاده شد و از افلاطون به بعد هست که فلسفه یونان پروبال باز میکنه، چون سایه واقعا سنگینی داشت بر اندیشه های فلسفی. و میبینیم که دیگران میان و موضوع رو باز میکنن، تکیه بیشتر بر دانش میکنن و جهان فلسفه رو نجات میدن. و البته شما هم اشاره کردید، فلسفه هیچگاه نمیتواند در یک جا بماند و مجسمه شود، منجمد شود. فلسفه مثل زندگی، چون از زندگی ریشه میگیره و زندگی لحظه به لحظه در تحول و تغییر هست، فلسفه از سوی فلاسفه هم تغییر میکنه، بهسازیش میکنن، دنبال پاسخهای دیگری هستند. برای اینکه پاسخهایی پیدا کنن، اول باید به فیلسوف قبلی شک کنند و پرسش در برابر اندیشه های او بگذارند و بکوشند که خودشون پاسخ به اون پرسش ها بدهن تا نوبت گروه فلاسفه بعدی برسه. پس ما میبینیم یک تضاد بنیادینی هست اصلا بین فلاسفه و بین پیامبران و پیروان پیامبران. اینا دو جهان کاملا متفاوتن و نتیجه و فرایند تفکرات و اندیشه های اونها هم جهان امروز رو به دو سوی کاملا متضاد رانده است. یک سویش همین خرافات است و ادیان است و حکومت‌های مستبد دینی سیاسی، یک سوی دیگرش رسیدن به اندیشه‌هایی که فلاسفه نخستین بنیانش گذاشتن، درباره سخن گفتن، درباره عدالت، برابری، اندیشه های زمینی و دانش و فیزیک و ستاره شناسی و هر علم دیگری که در دستشون بود و این جهان قبل رو از شکم این تمدن یونانی فلسفه بیزانسی بیرون کشیدند و دنیایی برای خودشون درست کردند که در واقع بیا و ببین کامل نیست، نقص هم داره، متناسب با نیازهایی که دارن دروغ هم میگوین سران سیاسی. ولی اغلب اهل اندیشه در این کشورها و مردم یک عقلانیت و خرد جمعی توی زندگیشون تجلی پیدا کرده و سرعت اینها به سوی کهکشانها، به سوی آینده بسیار بسیار بیشتر از کشورهای استبدادی است. خب ما فکر می‌کنم یواش یواش دیگه باید به پایان این برنامه برسیم و سخن بسیار است. با
باید من از شما خواهش میکنم که همراهی کنید تا ما این مفاهیم رو گام به گام باز کنیم. این برنامه شاید بیشتر پیشگفتار و مقدمه بود بر آنچه که خواهیم گفت، یعنی فضا رو در واقع میکوشیم که باز کنیم و اون حالت افق بسته فلسفی در ایران رو بلکه بشکافیم و برویم در شکم اون افق و آینده رو ببینیم و ببینیم کشور ما هم از نظر فلسفه سیاسی، هم از نظر دانش، هم از نظر نگاه به هستی و هستی شناسی باید پا در کدوم جاپاهای مهم تاریخ و فلسفه و اندیشه بگذارد. نظرتون رو بشنوم. بله، منم اینجوری فکر میکنم. من فقط یه توضیح کوتاه بدم راجع به قضیه جمهور و جمهوریت افلاطون. خب همجور که خودتون هم میدونین این کتاب شامل مطالب بسیار گسترده و بخش اعظمش هم میتونه همین امروز هم از در واقع درستی برخوردار باشه و هنوز قابل استفاده باشه. آن چیزی که جمهوری اسلامی اینجا نصیب برد، روی کردی که به هنر داشت، با روی کردی که در واقع افلاطون داشت، این شباهت رو در این زمینه داره. افلاطون از اون زاویه با شاعران و نویسندگان و بخصوص با شاعران دشمنی داشت، بخاطر اینکه میگفت شاعران به دنبال شناخت حقیقت نیستند در حالی که فلاسفه هستند، و چون کسی که به دنبال شناخت حقیقت نباشه چه بخواد چه نخواد گرایش پیدا میکنه به دروغگویی، در نتیجه باید راه رو بر دروغ بست، در حالی که جمهوری اسلامی راه رو بر حقیقت میبنده نه بر دروغ. یعنی مبانی این حکومت بر دروغ استواره. و اینکه جمهوری اسلامی و اصولا آن چیزی که به عنوان اندیشه اسلامی مطرح از تفکر فلسفی یونانی بهره گرفته تردید درش نیست، خیلی ازش آموختند، اما فلسفه گریزی در ذات تفکر دینی است که بر ما حاکم هست، چون بخصوص وقتی شما از دین یک جهانبینی، یک ایدئولوژی میسازی، مهمترین کاری که باش انجام میدی بستن در بر روی اندیشه و پرسشه، و این کاری که جمهوری اسلامی انجام داده. در مورد فلسفه افلاطون میشه خیلی صحبت کرد، به حال مرز بین فلسفه افلاطون و سقراط ناروشنه، کسی نمیتونه بگه که کجا این سقراط هست که داره سخن میگه، کجا افلاطونه که به اسم سقراط داره کلامش رو بیان میکنه. اما آن چیزی که نیچه مطرح میکنه، میگه که 18 قرن طول کشید تا غرب خودش رو از گزند تفکر افلاطونی نجات داد. یعنی ما 18 قرن با تفکر افلاطونی، با تفکر کلاسیک یونان روبرو بودیم تا اینکه در واقع غرب تونست با جهشی که در تفکر اندیشه فلسفی خودش ایجاد کرد از تفکر افلاطونی فاصله بگیره. بله، خب یک جمله رو به عنوان پایان بخش این برنامه بگم و اون این که دین را نمیشود تغییر داد به هیچ وجه. شما یک آیه قرآن رو اجازه ندارید کم کنید، زیاد کنید، تغییر بدید، اما فلسفه رو هر انسانی که اندیشه داره و همه انسان ها کم و بیش دارن می توانند تغییر بدن، او را بهسازی بکنند، او را بازسازی کنند و به مرحله بعدی تکاملش برسونند. شادکام باشید و یک بار دیگه سپاسگزارم از شما جناب جمشید فاروقی ارجمند. از اندیشه های شما در آینده بهره بیشتری خواهیم گرفت و امیدوارم که بینندگانم کمک کنند که این برنامه ها به دست بسیارانی برسد. من بارها گفتم که برنامه های ما در زمینه های فلسفه، دانش، علم و هر چیزی که هست اصلا برنامه های لوکسی نیستن که جدا از زندگی من و شما باشن. اینها ارتباط بسیار بسیار تنگاتنگی با هستی اجتماعی ما و آینده فرزندانمون دارن. شادکام باشید و بدرود تا برنامه آینده. بدرود.